سلام عرض شد خدمت بیننده ها و شنونده های پادکست جاستاک. من علی خورسند هستم، خیلی خوش اومدیم به این قسمت. امروز یک مهمون بسیار متخصص و کاردرست داریم، آقا سعید فرامرزی گل. مخلصی سعید جان، یه سلام علیکم. دوربینت بکن با کسی که نسخه ویدیویی میبینن. خب اساسا من یه توضیح مختصری بدم. سعید جان یکی از راهنمای بنده بوده در خصوص تهیه تجهیزاتی که لازم بود برای تولید محتوا انجام بدم، چه موقعی که الان دارم پادکست رو ضبط میکنم، چه پروژه قبلا که حالا ویدیوهایی که قبلا درست کردم، یکی از راهنمای خیلی مفید بنده ایشون بوده. برخلاف بعضی نمیگم آدمای معدودی که شاید خیلی دوست ندارن اطلاعاتشون رو شیر بکنن، سعید جان خیلی لطف کرده بنده و قبول کرد که در واقع اطلاعات کافی برای تهیه تجهیزاتی که لازمه برای تولید محتوا رو در اختیار ما قرار بده. و خب چه چیزی از اینم بهتر، این پادکست رو ما ضبط میکنیم برای هر کسی که میخواد تولید محتوا انجام بده. حالا مبتدیش هم میگیم برای کسی که میخواد حالا خیلی مبتدی شروع بکنن، از کجا شروع بکنن، همینجوری حرفه‌ای تر، حالا سگمنت های مختلف برای تولید مثلا محتوای فضای باز، فضای بسته، چرا میکروفون لازمه، اینا رو سعید جان میخواد برامون مفصل توضیح بده. در حد سوادم نه مفصل چه کسی نفسی میکنم واقعا اوکی قول میدم تا جایی که بلدم بگم. نه اینا رو که من خریدم همه اینا رو از طریق سعید جان بوده، میکروفون که وای صحبت میکنه. خیلی خوب، از کجا شروع کنیم؟ اول میخوای توضیح راجع به خودت بده که چه کارهایی کردی؟ خب چیز خاصی نیست، من الان توی یک شرکتی کارشناس فروشم و کارشناس محصول، از این جهت که چه محصولی چه کارهایی داره به واسطه این اطلاعاتی که تونستم بفهمم یه مقدار کمک بکنم. خواهش میکنم. آره، شرکت تخصصی محصولات صدا. محصولات صدا. آره. خب حالا نقش صدا توی تولید محتوا خیلی مهمه، با این درست. که حالا ویدیو خیلی الان ترند روزه، یعنی کلا محتوای ویدیویی محتوا که مورد استقباله، ولی صدا میتونه به تنهایی خودش محتوا باشه، یعنی رادیو میدونیم دیگه، صدا هم خودش به تنهایی میتونه محتوا باشه، هم شاید مظلوم باشه وقتی شما یه محتوای ویدیویی رو میبینید. از این جهت میگم مظلوم که وقتی صدا اوکیه شما متوجه اوکی بودنش نیستی، ولی وقتی صدا اوکی نیست کل اون پروسه ویدیو و تولید محتواتون زیر سوال میره، یعنی به اون نتیجه‌ای که میخواید و اون زحمتایی که دارین براش میکشین نمیرسه. درسته. آره. خب حالا برسیم به این سوال که آقا بهترین میکروفون برای شروع تولید محتوا، یعنی من میخوام الان یه محتوا تولید کنم، مثلا یه پیج آشپزی دارم یا جدی؟ نه مثلا یا اینکه مثلا میخوام یه چیزی رو، یه کلیپ اینستاگرامی ساده درست بکنم، بهترین میکروفونی که به کارم میاد چه مدل میکروفونیه؟ ببین یه توضیح کلی اول بدم. توی این مثالی که شما زدی به نظر من میکروفون های یقه‌ای، حالا گذشته از باسیم یا بیسیم بودنش، میکروفون های یقه‌ای انتخاب خیلی راحت تر و بی درد سر ترین. راحت تر از این جهت که نیاز به دانش فنی و رعایت یه سری مسائل حین استفاده از اونها نداریم، به اون چیزی نیست که باید خاص باشه و شما بدونی و رعایتش کنی، و کار کردن باش ساده است، کیفیت مقبولی هم داره بهت میده، استاندارد دیگه، حداقل استانداردی که شما نیاز داری داره در اختیارت میذاره، به گوشی وصلش میکنی، به دوربین وصلش میکنی، به صورت جداگونه میتونی صدات رو گوشی بگیری بعدم با فیلم سینک کنی، خیلی چیز متداولیه. معمولا خود من اگر حالا از من میپرسن یا حالا مشتری از من میپرسه یا دوستی میپرسه، میگم ابتدای کار میکروفون یقه‌ای بگیرن، چون خود من اعتقادم اینه که اینطور نیستش. وقتی تخصصی به یه قضیه نگاه میکنی، حتی توی ماشین اینجوری بهتون بگم، توی ماشین گرفتن هم شما وقتی در نظر میگیری، وقتی عادی میگی مثلا تویوتا بگیرم، میگی بگیر، ولی وقتی تخصصی نگاه میکنید اون فرد ازت میپرسه خب تویوتا برای چی داری میگیری، میگی مثلا برای آفرود، میگه خب آره برای آفرودت اینو بگیر، برای تو شهرت فلان مدل تویوتا رو بگیر. صدا هم همینه، اگر که داری میکروفون میگیری تو ابتدای کار به همه پیشنهاد بدین میکروفون یقه‌ای رو بگیرن، حالا بعدن میخوان پادکست درست کنن، بعدن توی اوتدور میخوان استفاده کنن، به چه محصولی میخوان وصلش کنن، صدا رو ضبط کنن، باعث میشه میکروفون های متفاوتی رو پیشنهاد بدیم، نه اینکه بگیم که حالا شما الان انقدر پول داری از اولش بیا برو فلان مدل رو بگیر دیگه همه چی رو جمع بکنه. نه، چنین مسئله ای وجود نداره واقعا تو بحث
صدا. هر میکروفونی برای یه کاری ساخته شده. یه میکروفون یقه‌ای ابتدایی ترین چیزیه که ما به همه پیشنهاد میدیم. الان خود من و شما داریم با دوتا میکروفون داینامیک پادکست درست میکنیم یا ویدیوکست ضبط میکنیم، ممکنه که توی یه فضای دیگه بخوایم صحبت کنیم علی جان مجبور شه یا باید، یه جوری باید داره دیگه، باید از یه میکروفون دیگه استفاده کنیم، نمیتونیم اینو ببریم توی پارک بشینیم باهاش صحبت کنیم. متناسب با نیازمونه. خب آره، حالا رسیدیم به همون داستان میکروفون یقه‌ای. میکروفون یقه‌ای من میخوام بپرسم چون خودم هم نمیدونم، هم تو فضای بسته اوکیه هم تو فضای باز، درسته؟ درسته. آره، هم توی فضای بسته میتونه کارشو انجام بده هم تو فضای باز. آره، بعد بهترین مدلایی که میشه، چون ببین من خودم مثلا یه مدل بویا اموان رو خریدم، اصوله معروف که آره، همه دارنش. خیلی آره، چون ارزون ترین برندیه و همه دارن، در واقع فیکش هم تو بازار زیاد شده، شما این اطلاع داری دیگه. آره، ولی خودم راضی نبودم، یعنی بویا اموان حتی برای شروع، حتی با اون انتظار حداقلی که از محتوام داشتم، حس میگم صداش خیلی اول از همه جهت صدا رو میگیره. میکروفون یقه‌ای 90 درصدشون اوم دایرکشنال، یعنی جهت جذب صداشون 360 درجه آره. است. بعد موقعی که جلو دهن میگیرم صدا رو خیلی خوب میگیره، ولی موقعی که میذاشتم روی یقه اصلا صدا رو خوب نمیگرفت. ببین اگر که جلوی دهنت از میکروفون یقه ای استفاده کنی، از این جهت که به منبع صدا خیلی نزدیکه و وقتی شما به میکروفون رو به منبع صدا نزدیک میکنی، فرکانس های بیس رو بیشتر تقویت میکنه، احتمالا شما از اول توقعت از میکروفون اون خروجی بوده که میکروفون داینامیک الان داره بهت میده. آره، اون به نظر من علت این که از میکروفون حالا M1 یا میکروفون حتی هر میکروفون لول یه دیگه میتونستی ناراضی بوده باشی اینه. آره، ولی حالا میبینم که یه سری از دوستانی که از حتی برای پادکست، حتی برای گفتگوهایی که با مثلا ویدیوهای خیلی های کوالیتی هست، درست. حالا مثالش هم بخوام بگم چون همکار من هستم، مثلا زیزی سلیمی موقعی که مصاحبه میکنه تو برنامه جدیدش، مهموناش همه میکروفون یقه‌ای دارن، ولی میکروفون مدل رود رودگوی تو. آره، این خب چه تفاوتی داره با اون؟ یه توضیح راجع مدلای میکروفون یقه‌ای به من میدی که چه مدلای خوب هست؟ ببین ما نمیتونیم دقیقاً میکروفون های یقه‌ای با سیم و بی سیم رو مقایسه کنیم. یه تفاوتی که توی مدل های با سیم و بی سیم هست که تفاوت اصلی به نظر من این آپشنه، اینه که شما تو میکروفون های یقه‌ای بی سیم، حالا چه سنایزر، اون میکروفون معروف یقه‌ای سنایزر 112 رو بهش اشاره کنیم، چه این رودگوی تو، چه سارامونی که بینیم که 900، چه مثلا XM6 بویا، هر مدلی رو که پیشنهاد، یعنی داریم در موردش صحبت میکنیم، توی میکروفون های بی سیم یقه‌ای شما میتونی حساسیت اون کپسول جذب صدا رو نسبت به صدا کم و زیاد کنی چندین استپ. توی اون تیپ میکروفون ها چون شما میتونی این فاصل، این حساسیت رو کم و زیاد کنی، درسته. خب میتونی توی یه فضا به کیفیت های مختلفی دسترسی داشته باشی و یه کیفیت بهینه رو برای اون فضا انتخاب کنی. خب ولی توی میکروفون یقه‌ای معمولی بدون سیم این آپشن رو نداری. وقتی فرض رو استفاده با موبایل میذاری مخصوصا، چون تو استفاده با دوربین عکاسی شما میتونی حساسیت پریامپ داخل دوربین تو کم و زیاد کنی، حالا گذشته از اینکه یه سری انجامش نمیدن، بعد انتظار دارن که مثلا خود دوربین اینو بفهمه یا خود میکروفون این رو متوجه بشه، ولی خب این مزیتی که توی میکروفون های یقه‌ای بی سیم هست، شما میتونی حساسیت میکروفون تو 5 یا 6 استپ کم و زیاد بود. درسته. و خیلی یه مسئله که حالا خیلی مقفول میمونه ازش، چون بحث صدا اینه که اکثر آدمایی که تو مصاحبه میکنن اصلا کامپیوتر یا ندارن، لپتاپ ندارن، یا اینکه در واقع نمیتونن با برنامه کامپیوتر کار بکنن، یعنی 0 تا 100 تولید محتوا رو روی گوشیشون انجام میدن. خب پس اینجوری که من نتیجه گرفتم، شما تصحیح کن اگه من اشتباه میگم، اگر شما تولید محتوای خیلی غیر حرفه‌ای و دم دستی دارید، غیر از میکروفون یقه‌ای هیچ میکروفون دیگه‌ای تقریبا به کارمون نخواهد آمد دیگه. یعنی اگه دوربین نداریم با دوربین موبایل کار میکنیم، اگه پروسسوری یا ادیتی نداریم با ادیتور موبایل کار میکنیم، تنها میکروفونی که به کار میاد میکروفون برای استفاده با گوشی غالبا میکروفون یقه‌ایه، مگر اینکه شما دارید تولید پادکست میکنید بالفرض. خب اونجا ما میکروفون های USB رو برای استفاده ما موبایل کماکان پیشنهاد میدیم، چون کیفیت صدای شما بالاتره، سلف نویز پایین تره
و یه سری امکانات تنظیم سطح حساسیت صدا یا الگوهای جذب صدا رو شما رو میکروفون های USB روی یه سری از مدل ها این آپشن ها رو داری. درسته. بسیار خب، از این مدل هایی که گفتی کدوماش از همه بهتره؟ کدومش رو پیشنهاد میکنی؟ البته رنج قیمتیشون من الان هم لولیه رو گفتم، هم با سیما رو گفتم، بی سیما رو گفتم، یو اس بی رو گفتم. ببین با عنوانی که من خودم به عنوان توصیه خودم پیشنهاد نمی‌کنم. پیشنهاد نمی‌کنم برای کسی که میخواد جلو دوربین صحبت کنه. چرا؟ اگه جلو دهنتون میتونید بگیرید اوکیه. خب ولی چون آدم تو دوربین شما قبول ندارید. نه آقا من چون نه قبول ندارم. ببین همه میکروفون‌های یقه‌ای توی همه برندها جوری تنظیم میشن غالبا که فاصله بهینه‌ای که کمپانی پیشنهاد میکنه برای فاصله میکروفون تا منبع صدا که حالا توی میکروفون یقه‌ای دهان مخاطبه 20 تا 25 سانتی متره. یعنی اصلا اونو جوری سرایی نمیکنن که شما اینجا بهیری صحبت کنید تو فاصله 5 سانتی متری. در نتیجه نه من به صورت کلی اونو قبول ندارم. ولی خب نظرتون دیگه. نه من اکسپریانس هم میگم که آره شما اکسپریانس هم اون فضا اینطوری من حتی خب این فاصله شاید 20 سانت باشه ولی چون اینجا شاید نمیدونم شاید مثلا ما لباسایی داشتیم که نمیدونم من لباساتو ندیدم دیگه. برای شروع هر کاری در ابتدا میکروفون یقه‌ای رو نیاز دارید و این حرفی که میزنم به این معنی نیست که اگر شما حرفه‌ای شدین نیاز به میکروفون یقه‌ای دیگه کلن ندارید. به نظر من واجب ترین میکروفونی که یک فرد باید داشته باشه همیشه، حالا چه مدل بی سیمش چه مدل با سیمش، یه چیزی که همیشه باید داشته باشه میکروفون یقه‌ایه. آره درسته، اینو قبول دارم، نظر شخصیمه و بهش خیلی پایبند. آره پرفروش ترینش تو بازار پس میکروفون فکر کنم رود گو دیگه که باز توی بی سیم ها توی بی سیم ها چون سه تا چیزم داره، معروف ترینش رود گو توه. ولی بهترین چیه نظر شخصی من هم رود گو رو تست کردم هم خیلی از مدل‌ها رو تست کردم. به نظر من الان بهترین مدل سارامونیک بلینک 900 B2 است. سارامونیک من نظرم بگم راجبش. خب اول که سارامونیک می‌دونیم دیگه، حالا خیلی شاید ندونم بگم که سارامونیک برند لوکس خود بویا، شرکت آره، بویا مال یه هلدینگن اون لاین آره. پروفشنال استرن آره. لکسوزش میشه سارامونیک آره. اون لاین تویوتا تورش میشه بویا که حالا بیشتر فروش بویا توی خاورمیانه و آسیا است. آره اون بیشتر برای آمریکای شمالی ساخته میشه. علاوه قیمتی هم خب قیمتش خیلی متفاوته و نزدیک به کالاهای اروپایی. آره ولی از نظر کیفیتی من هم بویا رو میکروفون دیدم که خیلی خوب بوده با رودی که الان من دارم باهاش صحبت میکنم قابل مقایسه بوده، حتی از بویا که مثلا ارزان‌تره. هم سارامونیکی که الان سعید داره باهاش صحبت میکنه از نظر صدا با رود پادمیکی که من الان دارم صحبت میکنم من صدای اینو یه مقدار گرمتر و جذابتر. آره یه چیز جالبی هم بگم، حالا میرسیم به میکروفون XLR، اینه که اون میکروفون قیمت دلارش تقریبا نزدیک دو برابر میکروفون 180 تا اون 100 دلاره. آره این 180 دلاره، این 100 دلاره، ولی اون میکروفون تو ایران ارزان‌تر هم داده میشه. آره اون دیگه نون اسمشو بین مخاطبین دارن یه جوری، چون بحثی که گفتی معروف ترینه، لزوما اینو من به عنوان تجربه اکسپرینس خودم میگم که آقا معروف ترین لزوما بهترین نیست و شما آپشن های اگر یه خورده جستجو بکنید پیدا میکنید. آره. چیزایی که با بودجه، که چون الان بودجه مهمترین المانه تو خرید میکروفون. آره. من حداقل تو اقتصاد الان ما این خیلی، یعنی من خودم بارها اشتباه کردم مثلا به خاطر اینکه بودجه کم بوده یه چیزی رو خریدم که اصلا به دلم نخوردم، مجبور شدم دوباره برم یه چیزی مثلا گرانتری رو بخرم. درست. خب سعید جان، انواع میکروفون از نظر فنی، جنس و ماهیتی و حالا USB XLR اینا رو برسیم بهش، یه توضیح بمون بده. حالا میکروفون خب بذار اصلا اینطوری بگم، دستبندی های متفاوت زیاد دارن، عملا نمیشه گفت یه چارت اصلی وجود داره که بتونیم بگیم این دستبندی خیلی جامع و همه چیز درش جا میشه، ولی با توجه به نیازهایی و سوالهایی که حالا بعضی از دوستان یا مشتری از من پرسیدن، به نظرم جمع و جورترین شسته رفته ترین دستبندی این دستبندی که خدمت میگم، میکروفون های یقه‌ای که حالا چه بی سیم چه با سیم، میکروفون های لولیه میان توی این دستبندی، میکروفون های شاتگان دستبندی دیگری دارن، میکروفون های
لارج دیافراگم یا حالا میدیوم دیافراگم باز میان دستبندی دیگه ای میشن که هر کدوم از اینا باز خودش یه سری دستبندی داره. همین میکروفون های لارج دیافراگم یا میدیوم دیافراگم اینا میان تبدیل میشن به میکروفون های ارزان به حضور شما USB یا XLR یا بعضیشون داینامیک هم بعضی ها کاندنسر هم. آره این از لحاظ مثلا جنس کپسولشون متفاوته، ولی به نظرم برای این که برای مخاطب جالب تر باشه، دستبندی شسته رفته تر باشه، بیام اینطوری بررسیشون بکنی که مثلا میکروفون های مخصوص پادکست چه میکروفون هایی هم، یا ارزون تریناش کدومان، بهتریناش کدومان، معروف تریناش کدومان، یا اینکه ولی یه سری اصطلاحاتی هست که خب به نظرم بدونیم خوبه دیگه. آقا مثلا داینامیک و کاندنسر فهم کنم پرکاربردترینه. آره اینم خیلی از ما میپرسن آقا مثلا کاندنسر باشه حتما بهتره یا داینامیک باشه اصلا به درد نمیخوره، اون چون گرونتره. دقیقا همون مثالی که گفتی، اون چون گرونتره بهتره، این چون ارزونتره اصلا به درد نمیخوره. نه، یه سری ویژگی ها میکروفون های داینامیک داره، مثل همین دو مدلی که الان ما داریم توی پادکستمون استفاده میکنیم، که مناسب استفاده توی محیط های برای پادکست خیلی مناسبن و کلن برای محیط هایی که مثل اینجا محیط خیلی آکوستیکی نیستن، حساسیتشون پایینه. در نتیجه اگر مثلا یه سر صدایی توی یه پنکه‌ای اتاق روشن باشه، اینجا یه کولری روشنه، مشکلی نداره، صداش مخاطب رو اذیت نمی‌کنه. نسبت به شرایط جوی خیلی مقاومن. اگر شما در شهرستانی مثلا دارید میکروفون تهیه میکنید که شرجیه، حالا مثل شمال ایران یا جنوب ایران، حالا فقط آیتم گرماش فرق میکنه دیگه، شرجی بودنش که فرق نمیکنه، خب میکروفون های داینامیک انتخاب بهتریه. میکروفون های کاندنسر دقت بیشتری دارن توی جذب صدا و اون فرکانس های بیشتری رو دریافت میکنن با دقت بالاتری، ولی هم حساس ترن، هم گرون ترن، و هم شما باید اون فضای محیطیتون یه فضای استدیویتور باشه، نشتی صدا نداشته باشه، اصطلاحاً آکوستیکش کرده باشید. درسته. آره. یعنی الان ما توی این اتاق اگر میکروفون کاندنسر استفاده کنیم اصلا نتیجه جالبی نمیگیریم، چون باید این شیشه دو جداره بشه، اون کولر خاموش بشه، گاهی بعضی از نورهایی که توی محیط حتی استفاده میشه موقع فیلم برداری باید از نورهای خیلی گرون قیمتی استفاده شه که فنهای اولتراسونیک داشته باشن که صدا توی خنک کردن ایجاد نکنن. این داستانها رو داره. برای همینه که شما خودت بهتر از من البته میدونی که اکثر یوتیوبرها، اکثر اونهایی که پادکست درست میکنن از میکروفونهای داینامیک استفاده میکنن. درسته. ولی من دیدم که آدمای میان میکروفون کاندنسر استفاده میکنن بین آدمای معروف، ولی محیطشون میدونم که آکوستیک نیست. یعنی اگه میکروفون کاندنسر باشه هیچ جوره نمیشه بدون محیط آکوستیک استفاده کرد. ببین ما یه سری میکروفون های کاندنسر داریم که شما میتونید تو محیط های غیر آکوستیک هم نتیجه خوبی ازش بگیری، از جمله قالب میکروفون های USB که با پورت USB به کامپیوتر یا گوشی وصل میشن کاندنسرن. نمیگم توشون داینامیک نداریم، چرا، مثلا MV7 شور میکروفون داینامیکیه که هم XLR هم USBه، اونو کار ندارم. مثل رود NT USB پلاس یا جدیدن زده یا سنایزر پروفایل، اینا همه کاندنسرن، ولی چون دیافراگمشون خیلی بزرگ نیست، یعنی دیافراگم بزرگ که اول یه توضیح میدی که دیافراگمو میگم. ببین دیافراگمو سطح حساس به صدا در میکروفونه. وقتی میگیم لارج دیافراگ، معمولا دیافراگمای 1 اینچی رو بهتون داریم در موردش صحبت میکنیم. ما یه دیافراگمای کوچیک داریم که توی مثلا میکروفون لاولیر دیافراگم خیلی کوچیکی داره استفاده میشه. یه دیافراگمای میدیوم داریم که مثلا 14 میلیمتر تا 18 میلیمترن. پر استفاده ترینشون 14 و 16 میلیمتر، اینا خیلی متداولن. چرا؟ شما وقتی از مثلا میکروفون USB استفاده میکنید، چون لارج دیافراگم نیستن، اون دیافراگم انقدر بزرگ نیست، شما میتونید تو محیطی که اونقدر آکوستیک نیست ازش استفاده کنید. ولی یه میکروفون لارج دیافراگم با مثلا سایز 1 اینچ سخته باشه کار کردن تو محیطی غیر آکوستیک. خب داشتی میگفتی ادامه، خب به من میکروفون بودم تا بهت بگم.
آره میکروفونایی که بذار من نشون بدم، میکروفونی که قبل از اینکه من این تجهیزات رو بگیرم، قبل مهمونای قبلی بچه‌ها میتونن ببینن، یعنی اپیزود 12 13 به قبله خب. جاستاگ از میکروفون بویا بی وای سی ام 1 استفاده میکردم. من حالا بچه که نسخه صوتی رو گوش میدن تو کس باکس یا اسپاتیفای که متوجه نمیشن، ولی حالا دوستان که نسخه ویدیو میبینن، این میکروفون یک میکروفون درسته USB کاندنسر بسیار ارزون قیمت، ولی کیفیت صداش من واقعا راضی بودم، خیلی میکروفون خوبی بود و توی اون رنج قیمت انتخاب خوبیه. ولی خب مثلا با این مدلایی که الان من اسم آوردم خب قابل قیاس نیست، یا حتی با مدل های از همین کمپانی بویا، مدل های مثل PM700 و اون خانواده های های اندش نه قابل مقایسه نیست. آره خب اینم حالا لازم بود که بگم تجربه خودم که این میکروفون، اگر پادکستی دارید که سولو دیگه، یعنی یک نفر نیاز به حالا 4 کانال مختلف اینو ندارید، این میکروفون واقعا میکروفون خوبی بود، من توصیه میکنم بخرید، بسیار هم قیمتش مناسبه هم کیفیت صدا بسیار خوبی بهتون میده. حالا برسیم به متفاوت، حالا داینامیک کاندنسر خیلی مختصر گفتیم، USB و XLR اصلا خب چرا XLR الان هست، چرا همه مثلا نمیدن USB کنن؟ خب چرا ماشین دنده اوتوماتیک اومده دنده دستی رو جمع نکردن؟ آره واقعا نه، اینکه سوال هست. خب دقیقا جوابش همینه، ببین شما باید ببینید نیاز چیه. اگر که بالفرض شما کار وکال انجام نمیدی، گامای بالای صدا برداری، میخوای از برای استفاده که ما الان داریم میکنیم، یه پادکست داری درست میکنی یا یه نریشن داری میخونی، میتونی از این میکروفون USB استفاده کنی، کیفیت خیلی خوبی داره بهت میده، مستقیما وصل میشه به دور به گوشیت یا به کامپیوترت، صدا رو ضبط میکنی، ادیت میکنی، ارسال میکنی، همه هم خوششون میاد. ولی یکی از ویژگی‌هایی که میکروفون های USB دارن اینه که اصلا میکروفون USB فرقش با اون XLR چیه؟ شما میکروفون XLR اون آنالوگه دیگه، درسته؟ آره دیگه، اون تازه باید بره در یک کارت صدا یا یک ریکوردر یا میکسری که شما یه سری تنظیمات رو اونجا انجام بدی یا یه سری سیگنال ها رو ببری اونجا و دیجیتالش کنی ببری به دیوایس نهایی که مثلا کامپیوتره، درسته؟ توی میکروفون های USB این فرایند تبدیل آنالوگ به دیجیتال یا بالعکسش توی اون کارت صدایی که اون داخل کار شده انجام میشه، شما در نهایت انگار یه کارت صدایی خیلی کوچیک داری که اون تو این کارا رو انجام میده، وصلش میکنه به کامپیوتر، خیلی جمع و جورتر میشه، دور و برش شلوغ نمیکنی، در مجموع ارزونتره چون پول یه میکروفون دادی دیگه پول کارت صدا رو ندادی، ولی تو همین لولی که بهت گفتم بهت خروجی میده. شما نمیتونی یه کار جدی رو ببینی، مثلا یه خواننده ضبط کرده با یه میکروفون USB، یه کار جمعی بیرد جدی بوده آره، که دوتا میشید نه خب مدل های USB هست که مثلا فیگور 8 داشته باشه، من و شما مثلا بذاریم این وسط جلو و عقب صدا رو بگیره، درسته که کیفیتش باز مثل این نمیشه. اصلا خوب نمیشه. بعد اگه دو تا بخواید، علت این که اصلا من میکروفون XLR گرفتم این بود که برای پادکست که همچنین مهمونی هست، گفتگو محور. آره گفتگو محوره، بنابراین میکروفون USB ایرادی که دارن اینه که خب شما برای هر کدوم از این اگه بخواید دوتاش بکنید بعد دوتا لپتاپ داشته باشید. آره البته یا دوتا گوشی رود الان این امکانو گذاشته که شما یه اپ توی کامپیوتر نصب میکنی، مال کمپانی روده، مثلا میای میگی که این دوتا یا سه تا دستگاه من رو اونجا بتونی با هم ستشون کنی و یه دونه فایل بهت بده، درسته؟ یعنی میتونی جمعی استفاده کنی از این. ولی خود من کماکان کسی بیاد بگه که دو یا سه نفره میخوایم پادکست ضبط کنیم، در نهایت میکروفون های داینامیک و کارت صدا یا میکروفون های داینامیک و یه ریکوردر رو بهشون پیشنهاد میدم. درسته. بخوام برگردم به حرفم، اگر که استفاده شما بیش از پادکست یا نریشن هست، کماکان هنوز میکروفون های آنالوگ که میرن به کارت صدا یا ریکوردر وصل میشن نتیجه خیلی بهتری به شما میدن، درسته؟ دلیل هزینه شدنشون در اصلی، درسته.
سنجا یه مدلی پس الان که راجع به رود صحبت کردی، الان رود یه مدلی رو زده، همین مدل پادمایکه که من دارم یو اس بی جدید رو داره، یو اس بی هم داره. خب اون الان چه جوریه؟ هم یه کارت صدا توش داره که اگه خواستم خروجی یو اس بی بگیرم، هم اگه ایسلا شد کارت صدا از مدار خارج میشه. توی برندای مطرح تا جایی که یادم میاد اولین بار شور این کارو کرد، مدل ام وی 7 رو زد که باهاش آشنایی داری، یه میکروفون داینامیکه، جک ایکس ال آر داره، ولی یه پورت میکرو یو اس بی اون پایین داره که وصلش می‌کنی کامپیوتر. بعد از اون چندین کمپانی این کار رو انجام دادن، الان هم رود دوتا محصول داده، یکی رود انتیوان نسل پنجه که یه میکروفون لارج دیافراگم معروف رود هست و هم جک ایکسلا داره، هم یه پورت تایپ سی گذاشته با مبدل 32 بیتی که دیگه به شما کلیپ و دیستورشن نمیده، شما توی تدوین میتونی صداتو قشنگ تنظیم کنی. یه نمونه هم که صدای 24 بیت بهتون میده همین پادمایکه که آره یه دونه کارت صدا عملا انگار داخلش گذاشته، اگر با پورت تایپ سیش کار کنی از اون کارت صدای داخلی استفاده میکنی، اگر هم مایل نبودی که از جک ایکسلارش استفاده میکنی. برای دوستانی تنظیمش کرده که غالبا از یک دستگاهی استفاده میکنن، حالا بعضی وقتا خواستن استفاده نکنن از اون مثلا ریکوردرشون، نخوان دوباره میکروفون بگیرن، یه کار به نظر من جالبه، شاید به درد بخوره. درسته. حالا توصیه شما به دوستانی که میخوان بیان حالا یا یوتیوبر بشن یا پادکستر بشن. خب من همینجور که دارم پادکستم رو میبرم جلو با دوستان مختلف مصاحبه میکنم، یه پلیلیستی رو تو کانال یوتیوبم منتشر میکنم، ویدیوهای آموزشی که این صحبتهای شما رو من تو اون پلیلیستم میذارم که آقا برای شروع، اول که اصلا بگیم یوتیوبرهای معروف مثلا چه میکروفون های استفاده میکنم برای شروع و تولید پادکست، توصیه یک متخصص حالا حوزه صدا و صدا برداری چی هست برای شروع. تجربه خودم رو بگم، من مثلا از این میکروفون واقعا راضی بودم، میکروفون بسیار خوبی بود، منتها گفتم آقا بیام اول برای شروع مثلا یه 3 تومن 2 تومن هزینه کنم اینو بخرم دیگه از کارت صدا معاف بشم. ولی اگر اون موقع میومدم یه دونه از این میخریدم، حالا با یه کارت صدای ارزون یا چیزی که جواب میداد، بهتر بود برام دیگه. این عملا دیگه الان بلا استفاده نمیشد برام، البته من این رو استفاده میکنم چون اصلا تو تولید محتوا بازه، ولی دوست ندارم کسی که حالا این ویدیو یا این پادکست رو گوش میده خسارتی که شما دادی رو متوجه شد. خسارت فقط این نبوده، اون برای حالا تو چیز نیست. آره. دوستان میبینه به نظر من انتخاب اشتباه شاید میشه اسمشو گذاشت توی اون شاتگانیه مثلا. شاتگانیه تو فضای بیرون خوبه ها. آره. ولی میگم کار شما نیست. آره. اشتباه بوده. آره. اینو به من یه توضیح بده، هر چیزی که فکر میکنی لازمه. یک نفر که میخواد یوتیوبر بشه چه مدلایی رو بهش پیشنهاد میدی؟ ببین از هر مدل یو اس بی یا ایکس ال آر میتونم بهش پیشنهاد بدم، اول یو اس بی ها رو میگم بعد میرم سراغ ایکس ال آر، چون ایکس ال آر میرن توی لول حرفه‌ای تری از این جهت که شما باید اون وقت کارت صدا هم بگی اون دوست استریمرمون یا یوتیوبرمون تهیه کنه. توی مدل های USB شما به عنوان یه استریمر یا یوتیوبر باید دقت کنی مدل هایی رو بگیری که هم گینت رو بتونی تنظیم کنی، هم ورودی جک 3.5 برای اتصال هدفون داشته باشه، صدای طرف مقابل رو بتونی راحت تر بشنوی. درسته وقتی که به PC وصلش میکنید میتونید صدای طرف مقابل از PC بگیرید، ولی داشتنش به نظر من خیلی مهمه. شما اولش فکر میکنی به کارت نمیاد، یه جایی میبینی که باعث میشه دوباره بری یه میکروفون دیگه تهیه کنی. توی میکروفون های مطرح خب سنایز پروفایل البته فکر نمیکنم تو ایران اومده باشه هنوز، انتخاب خیلی خوبیه. توی میکروفون های USB رود انتی USB پلاس انتخاب خیلی خوبیه. این میکروفون ها از خودش یه خروجی داره که هدفون پس میشه صدا نمیشنوی. آره. صدای طرف مقابل حالا حتی رود که دارم بهتون میگم یا سنایزر میتونی تنظیم کنی که صدای طرف مقابل باشه صرفا، یا صدای خودت باشه، یا یه حد وسطی از این دو. توی محصولات مطرح دیگه خانواده PM700 بویا ارزش این کار دارن. توی برندهای دیگه خب اون بلویتی خیلی کارهای قدیمی معروف داره، کارهای زیادی داره. فیوریت من الان با این میکروفونایی که نام بردم نیست، ولی بهتون پیشنهاد میکنم که اون بلویتی های ساده رو که از قدیم تولید شده رو نگیرین. اگر هم خواستین بلویتی بگیرین مثلا بلویتی ایکس بگیرین، یه کار اون هم سکنم 170-180 دلاره. فرقش چیه ایکس با مدل قدیمی هاش؟
یتی میدونم هم... که بلو یتی همشون یو اس بی بودن دیگه. بلو یتی آره مال کمپانی بلوه، اون لاین بلو یتی لاین یو اس بیش میشه. بلو یتی ایکس هم دیافراگم هاش رو بهبود داده نسبت به مدل های قبلی، هم اون مبدل آنالوگ به دیجیتالی که اون تو هست وظیفه کارت صدا رو یه جوری داره انجام میده رو آپدیت کرده. خروجیش متفاوت است از بلو یتی های قدیمی. ارزش خرید رو به نظر من این مدل داره، نه اون بلو یتی های قدیم یا اون آیسای کوچولو و اینا رو من زیاد پیشنهاد نمی‌کنم. توی بلو یتی اون انتخاب خوبیه. توی برند رودو که گفتم، سنایزر رو گفتم، شور، توی شور آب از XLR بگیریم بهتر نیست؟ از شما هم USB بگیریم؟ نه من گفتم که دوتا انتخاب میتونن داشته باشن. اگر که توی USB دارن در نهایت انتخاب میکنن، توی شور میکروفون MV7 انتخاب خوبیه. یکی از دلایلی که من شور رو پیشنهاد نمیدم، تو موضع منو جدای از این پادکست از قبلش میدونستی دیگه، از این جهت زیاد پیشنهادش نمیدم که میگم آقا شما یه میکروفون 100 دلاری رو باید بتونی 100 دلار بخری، حالا مخصوصا با این عددای ریت دلار به ریال و این داستان ها، خودش عدد کمی نیست. نه اینکه به خاطر حالا یه اسمی یا به خاطر به هزار تا دلیل دیگه یه کالای 100 دلاری رو مثلا 170 دلار بخری. حکایت اپل دیگه، چون شور آمریکاییه. خب بازارش هم یه مقداری فرق داره. صرف این نیست. الان مثلا ولی شده دیگه. بیا قبول کنی. ببین الان مثلا همه یوتیوبرا مثلا آریا کوکسر، خب پادکسترهای معروف آمریکایی بخوام بگم جو روگن، فرشاد سایله، اینا همشون XLR استفاده میکنن. اون خب همشون از برند شورشون استفاده میکنن. یه جوری حکم آیفون رو پیدا کرده. خب آیفون انتخاب آیفون رو یه جوری ایجاب کرده، یعنی تو اون فضا هست. ولی MV7 اون میکروفون نیست، اونا یه میکروفون دیگه است. SM7B ارزشش رو داره. داره. آره. ولی اینکه شما یه میکروفون 250 دلاری رو بیه تو ایران 20 میلیون تومان بخری، نه، به نظر من ارزش نداره. آره، درسته. اینو من... الان خود هم میکروفون 100 دلاری رو قطعا بالای 100 دلار خریدی، پول دادی. ولی خب بالاخره آره دیگه، مثلا 7.5 میلیون تومان خریدیش. در اصل به جایی که 5 میلیون بخریش، ولی خب حالا یه چیز قیمت مناسبه توی آه. یه رنج قیمتی کار خیلی اوکی داره جلو میبره. خب انتخاب کردی انجام دادی. آره ببین چون من مشکل نداره صدا نمید. ببین من بگم که من واقعا سارومونیکو بیشتر از رود پادمک دوست داشتم. خب نه به خاطر اینکه حالا اولی که آقا تو بازار آمریکا وقتی یه چیزی رو میدن قیمت میذارن، اون بازار بازاریه که اقتصادش اقتصاد بازیه، رو منطق مردم خرید میکنن. وقتی یه چیزی رو میذاره 180 دلار و پادمایک وقتی تو بازار هست 100 دلار، پس یه ارزش بیشتری رو حتما اون کمپانی سازنده، حداقل اینکه ادعاشو داره، حداقلش اینه که ادعاشو داره که آقا من این اعتماد به نفسو داره که توی آمریکاش بیاد و آقا من اینو 170 دلار 180 دلار. حالا در بازار بسیار بسیار منطقی ایران این قضیه، خب من میبینم بر اساس منطقه خودم، ولی باز هم من رفتم ریویو ها رو دیدم، دیدم این رود خب چیزیه که تو پادکست های معروف هست، من اسمم میبرم، مثلا سهیل توی سهیل علوی توی پادکست طبقه 16 از رود پادمایک استفاده میکنه، کلن میکروفون خوبی هم هست، نمیگم بده، ولی وقتی خب اون میکروفون 180 دلاری رو من تو بازار ایران میتونم ارزون تر بخرم، ترجیحم اونه. اینم علت این که اینو خریدم، خواستم واقعا یه حالت مقایسه باشه، ولی بعدا ویدیو درست کنی که آقا من از این استفاده کردم، این از این استفاده کردم، دیپانالای زمینه که آقا بعد یه ما استفاده بعد اینقدر استفاده اینو بگم. و یه تجربه خوبی که من از دوستی و آشنایی با سعید جان داشتم این که خب تو بازار میکروفون، حالا شما میرید مثلا جمهوری، پاسا شرکا، یا هر کسی که توی این صنف هست زحمت کشه، ما نمیخوایم تو یه موقع جسارت بکنیم، ولی خب این اطلاعات رو معمولا آدم ها شاید خیلی خوب منتقل یا نتونن بکنن یا دلشون هم نخواد که حالا یه سری چیزا رو بگن، ولی من دوست دارم اگر خودم سوختی دادم، هر کسی که میخواد دنباله من بخواد تولید محتوا بکنه با علم و دانش خیلی خوبی بیاد، و ما اینو نداریم. حالا تو یوتیوب یکی از سری دوستان مثل امیر عباس، عبدالعلی، فرزاد بیان ویدیوهایی دارن نبوده میکروفون، یه سری ریویوهایی رو داریم، ولی صرف این که شما یه جرنی رو به عنوان یک مصرف کننده این تجهیزات داشته باشین از ابتدای شروع، که من الان مثلا میکروفونایی که خریدم اونجا گذاشتم رو میز،
این رو نداریم. من اصلا هدفم این بود که سعید رو دعوت کردم و قبول خیلی بود که این چیز رو ما منتقل بکنیم، این اطلاعات رو خیلی صادقانه منتقل کنیم به هر کسی که دوست داره تولید محتوا رو انجام بده، حالا پادکست بسازه، یوتیوبر بشه. حالا بس یوتیوبر شد، یوتیوبرای معروف از چه مدلی استفاده میکنن تو کل دنیا؟ SM7B. آره خیلی ایران کلاس داره. آره آره نمیتونم بگم نداره. شما مثلا رود پاد میک استفاده میکنم، من شاید مثلا اینجوری هم بکنم دستم، مثلا میکروفون رو تو ادیت که خوره دوتر بذارم، ولی اگر از این مدل SM7 باشه باید توی سعید داشت خودش میگفت، حالا روش نمیشه بگه من میگم، باید تو حلقتون باشه که بگید من این میکروفون. البته نه، یه دلیل دیگه داره SM7B خیلی حساسه، میکروفون های گینیه، خیلی باید گین بهش بدی استفاده کنی. طرف یا باید بین کارت صداش و میکروفون یه پریام قرار بده، یا نباید واقعا قورتش بده میکروفون. آره درسته. آره خب SM7B الان فکر کنم یه زیر 16 میلیون تومان به نرخ تا جایی روز. که من میدونم نه دیگه، با همون نرخ 70 تومان شما باید دلارشو حساب کنی. دلار چند میگیم؟ 400 دلاره، ولی شما دلار رو 70 تومن نه 70 حساب نکن، فکر کنم الان با حلوش 30 میلیون تومن بتونی خریدش بکنی. ولی تو این رج به نظر من، آره گوز ببین، شما یه بار از میگی من الا و لا بود فلان میکروفون رو میخوام، اون کار ندارم، تو ایران اینقدر بخوای پول این میکروفون رو بدی، اینقدر برات آورده نداره. آره این سالمونی که SRBV1 به نظر من ارزون ترین و بهترین گزینه است. من خودم خوشم میاد ازش. آره. من معمولا که به من اعتماد کرد. آره. رود پادمیک هم خوبه اگه آدم محافظه کاری هستین. رود پادمیک آره. رودیه که همه جا استفاده میشه، استفاده میشه، قیمتش معقوله، حتی با قیمت دلار 75 تومان ارزش خرید داره. که شرکتش یه خورده گران فروش هست دیگه. دم با اول بحث شرکتی نکنیم ولی زیر 7 میلیون تومن الان گیر نمیاد این میکروفون. آره. چون من تو نرفتم اینجوری ریز بشم توی این میکروفون. اوکی در مورد معروف ترین برند های سازنده میکروفون اصلا سوای از این خب بهترین تولید کننده ها در کلاس جهانی کیا هستن؟ تو کلاس های جهانی بسته، ببین تو کلاس های جهانی تخصصی میشه، مثلا نه اسم برندشون رو بگو. خب میگم میگم مثلا میکروفون بازارش مثل چیز شده، مثل جنسایی شده که قضاوتش بر اساس کشور تولید کننده است. یعنی رود مثلا میگه من استرالیایی ام، شور میگه من آمریکایی ام، مثل صرف این نیست. ببین شما حالا کاری ندارم شور مثلا میگه من آمریکایی ام یا فلان یا بهمان، یه سابقه بود خیلی قدیمی داره و کارهای خیلی جدی داره که اصلا الان یه سری از میکروفوناش داره توی چین تولید میشه، یعنی خارج از امریکا تولید میشه، ولی خب کماکان شوره دیگه. توی میکروفونهای دستی یا داینامیک شور برند خیلی شناخته شده ایه. توی میکروفونهای کاندنسر برای وکال نویمن آلمان فوق العاده است، رو دستش میشه گفت نیست. تو بازار ایران هم نیست فکر. چرا؟ اصلا نویمن نمیشه نباشه. یه جورایی خب ایکاجی یه برند اتریشیه، اتریش هم مهد صداست دیگه، ایکاجی مدل مثلا 3414ش خیلی معروفه، اونم 1000 دلار تقریبا. خواننده ها توی دنیا استفاده میکنن، مخصوصا خواننده های سنتی ایرانی هم خیلی از قدیم باش کار کردن. سنایزر شاتگان هاش و میکروفون های بی سیمش، سنایزر مال کدوم کشور؟ آلمانه. سنایزر آلمانه، نویمن آلمانه و اینها با هم پارتنرشیپن، یعنی که اون یه جوره شریک این هست، ولی خب اون توی فیلد میکروفون های لارج دیافراگ فعالیت میکنه، این توی سیستم های مخابراتی که ترفیقش کرده با میکروفون فوق العاده عمل کرده. اصلی هاشون از ژاپنی ها برند معروفی داریم؟ از ژاپنی ها توی میکروفون های لارج دیافراگ داریم، توی میکروفون های یقه‌ای هم داریم، حالا شاید بهت بگم لارج دیافراگ می ژاپنی داریم که اسمش سونیه تعجب کنی، ولی خیلی میکروفونی که سونی میکروفون میزنه، سونی یه دونه میکروفون زده 10,000 دلاره. چه جالب. آره اصلا نمیستم سونی واقعا میکروفون بزنه اصلا. چرا سونی میکروفون زده، ولی خب خیلی بازار محدودی داره، به نظر من بیشتر قدرت نمایی بوده، یعنی هدفش هم این نبوده که بیاد یه بخش از مارکت رو بگیره. بسیار خب توی
برندهای اتریشی چون مهد صداست، من خیلی دوستش دارم، علاقه خودم لوویته، چون هم ارزونه هم کیفیتش خیلی بیشتر از قیمتشه. یه برند دیگه هم هست آستریان اودیو، اونم باز مهندسای ایکاجی هم که از ایکاجی اومدن بیرون جدیدن تأسیسش کردن، یکی دوتا میکروفون خیلی قدر داره. درسته. OC818 اگه اشتباه نکنم یه میکروفون خیلی خوبه. درسته. خب حالا شما به عنوان شخصی که خب توی بازار فروش میکروفون و اینا فعالی، بزرگترین اشتباهی که آدمو میکنن یا بزرگترین ذهنیت غلطی که آدمو دارن، چون خیلی در طول روز آدمای خیلی زیادی شما سر کله میزنی که میخواد بیاد حالا محتوا تولید بکنه، یه سوالای خیلی مسخره ای میپرسه رو اعصاب میره، یا در کل اون چیزی که حس میکنی الان بگی باشه توی فضای اینترنت اگه یه موقع آدمو سرچ بکنه شما خودت خود راحت‌تر بشه، یا در کل چیزی که فکر می‌کنین لازمه که بگی با آدمایی که می‌خوان تولید محتوا بکنن، بزرگترین بزرگترین اشتباهی که حداقل من علاوه تعدد پرسش باش برخورد کردم اینه که یه میکروفونی می‌خوام که خودش نویز محیطو بگیره. توی میکروفون ها چنین چیزی عملا توی میکروفون های جدی وجود نداره. شما میتونی حساسیت کپسول میکروفونت رو کم و زیاد کنی، ولی دیگه اون میکروفون شعور اینو نداره که این صدا از دهان خریدار بنده داره خارج میشه یا از مثلا اگزوز ماشینی که داره از این بغل رد میشه. وقتی اینو ازت میپرسن تو دوتا کار میتونی انجام بدی، یا میتونی توضیح بدی که علاوه منطقی این چیزی که شما دارید میگی درست نیست، اینطوریه اینطوریه، در علم مثلا صدا یه چنین مسئله نداریم به این دلیل و اون دلیل، که منجر به عدم خرید مخاطب میشه. من معمولا اینو بهش میگم. یا اینکه خب ببین راه حلش رو بگی دیگه، شما مثلا میبری اینو توی نرم افزاری، حالا اگه کامپیوتر مثلا آتیشه اونجا دینویز که میاد به شما میگه که من یه چیزی میخوام که نویز محیطو بگیری، یعنی من نمیخوام هیچ کاری انجام بدم، من میخوام پول بدم یه چیزی بخرم که خودش با اون شوری که من بهش دادم خودش بفهمه که چی رو از کجا کم کنه به کجا زیاد کنه. نه اون نمیشه بهش اینطوری توضیح داد، من این کارو کردم نتیجه نمیده. یا اینکه شما بهش دروغ بگی آره این قطعا خودش این کار رو انجام میده. نه، ما میکروفونی که نویزگیر بخواد باشه نداریم نویز محیط رو بگیره. درسته. شما الان همون میکروفون 10,000 دلاری هم که اشاره کردم بهت از این داستان ها نداری. درسته. و از تجربیاتت بگو، از اینکه چه کارایی کردی، چون الان دیگه مخاطب اگه تا اینجای پادکست رو گوش داده باشه بقیه‌شم گوش میده، خب آره دوست داره بدونه این اطلاعات رو از چه شخصی گرفته. خب اگر دوست داری مثلا یه توضیح بده اینکه راجع به شخصیت خود برام میخوای من بگم مثلا سعید خوره، نه حداقل میخوای خالی ببندم خودم خالی ببندم. ببین من اول 6-7 سال عکاس خبری بودم توی رسانه‌های مختلف، بعد اومدم توی یک سایت معروفی مدت 3-4 سال کار فروش تجهیزات عکاسی و نورپردازی کردم، بعد از اون دوباره الان یه 4 سالی وارد یه شرکت دیگه شدیم، اونجا با میکروفون اصلا آشنا شدم، هیچ حتی علاقه قبلی هم به میکروفون نداشتم، علاقه و اطلاعات همه از اونجا شروع شد و الان یه 4 ساله توی یه شرکت تجهیزات صدا برداری دارم کار میکنم. و داشتی اشاره میکردی اتفاقا اشاره خوب، راست میگی آره کرم تجهیزات شاید دارم. و درسته که میگن اکثر کسایی که حالا فروشنده هستن و کارهای در واقع مثلا فروش تجهیزات صدا میکنن خودشونم کار چیز میکنن، درسته یا نه؟ شما خودت الان در کنار فروش تجهیزات، چون ستاپ کردن تجهیزات خودش یه به نظر من یه شغله، خب شما تو خودت مثلا کار ستاپ انجام دادی یا از همکارات ستاپ میکنن مثلا؟ نه من انجام ندادم، ولی خب آره یه بخشی از دوستان هستن که این کار رو انجام میدن، اصلا طرف شکرم برای همین هم از دوست ندارن. آره این یه بخشش خب متاسفانه به این دلیل هم هست دیگه که اگر واقعا دلم پر بود خودتو بریز بیرون. یه بخشش هم اینه که آره دیگه مثلا طرف یه سود میکنه توی فروش تجهیزات، سود دیگری میکنه در
آماده کردن اون تجهیزات برای اون جایی که دارین کارو انجام میده. ببین حرفو بذار، اصلا اون حرف یوتیوبرامون به نظر من تموم نشد. خب بگو همینجوری ادامه بده. یوتیوبرا اگر که خواستن یو اس بی انتخاب کنن، خب اون میکروفونایی که نام بردم انتخاب خوبیه. اگر که خواستن بیشتر هزینه کنن میکروفون های آنالوگ بگیرن با کارت صدا یا ریکوردر، انتخاب بهتری هست، ولی خب گرونتره. اگر که محیطشون رو آکوستیک نکردن، میتونن از میکروفون های داینامیک استفاده کنن، مثلا همون MV7 که نام بردیم یا SM7B که نام بردیم یا همین پاد مایک یا رود پروکستر که یه مقدار از این گرونتره، تو ایران کمتر استفاده میشه. آقا من به عنوان یه آدم فضول و میدونم خیلی آدم های دیگه هم مثلا من فضول نیستم، ولی کنجکاو شما هم آدم کنجکاوی هست سلامتش. این که یوتیوبرهای معروف کلا آدم هایی که شناخته شده هستن تو یوتیوب والا پادکست و اینا چه میکروفون هایی استفاده میکنن؟ خب میدونم چون خودت هم دنبال میکنی این فضا رو و استاد میکروفون هستی، تک تک من میگم هم میکروفوناشونو بگو هم حالا دوستش داشته باشه باشم میگم. بعضیشون هم مثلا اسمشون حضور ذهن ندارم، به من بگو آه. من یادم بیاد بهت میگم. اوکی. میکروفون علی بندری که تو چنل بی پلاس. آها علی بندری میکروفون، اون میکروفون کاندنسره، کاندنسر بتا 87 فکر میکنم استفاده میکنه، برند شور بتا 87، یه میکروفون کاندنسره ولی انتخاب هوشمندانه از این جهت که برای استیج ساخته شده، یعنی برای محیط شلوغ ساخته شده، یعنی هم مزیت کاندنسر بودن رو داره هم نسبت به صدای اطراف یه مقدار هوشمندانه تر عمل میکنه. انتخاب خیلی خوبیه اون میکروفون، ولی خب خاصه. خب علی بندری خودش هم خاصیه. اتفاقا من اول فقط کارهای پادکستش رو گوش میکردم، بعد یه بار دیدم ای اصلا این توی یوتیوب هم کانال دارن، باز کردم دیدم که این میکروفون رو داره، یه مهر تاییدی خورد از جهت اون تصوری که نسبت بهش داشتم، یه کار خاص و شسته رفته و به دور از شعافه. یعنی که به قول اون حرفی که داشتیم میزدیم که کسی که میخواد بره $400 پول بده میره SM7B میگیره، یه جوری قابو میچینه که خودش پشت اون میکروفون دیده بشه. نه میکروفون بسیار خوبیه و علی بندری هم دنبال شعاف نبوده. آره انتخاب خیلی خوبیه. درسته. دومین میکروفون، میکروفونی که تو کانال دی پادکست آرمان حافظی استفاده میکنه، چه میکروفونیه؟ اون پادکست تاریخیه. آره اون M1000 بویاس میکروفون خیلی خوبیه و ارزون ترین میکروفون لارج دیافرام با اون امکاناتی که داره توی بازار میشه گفت، چون هم الگوی جذب صدا رو 3 تا داره، هم پد منفی 10 دسیبل داره، هم شاکمانت و پاپ فیلتر داره و آره دیگه اینا چیز خیلی خوبیه. دیافراگم میشم 1.3 اینچه، یعنی 34-35 میلی متر تقریبا. قیمتش چند دلاره میدونی حدودا؟ این یکی رو استثنا تومانی میدونم، چون بویا رو تومانی یادتون باشه این موقع که باشه... حساب میکنین دلار 50 تومن، 50 تومن هولوش 4 میلیون 4 میلیون 200 هزار تومن میتونن این میکروفون رو تهیه کنن. بسیار خوب. آریا کوکسر که البته خب معروفا اونا همشون SM7B دارن دیگه، آریا کوکسر فرشاسه گیمر، آره SM7B، جو روگن پادکست جو روگن، خب اونم اساس SM7 آمریکایی غالبا SM7 ان اونا. آره خب چون اونجا تو... $400 $400,000 تومنه. اونجا هنوز دلار هزار دلار هنوز گرون نشده. اونجا هنوز دلار گرون نشده. تو پادکسترام که طبقه 16 سویل علوی اشاره کردیم، ولی اونجا پاد مایکن. آره فقط همون پادکستر میگی چند نفر میشینن صحبت میکنن؟ نه نه سویل علوی پادکست استارتاپیه که با مصاحبه میکنه، میشه استریمه پاد مایکه. پاد مایکه تا جایی که یادم یه پادکست دیگه هم تو به من اون سری معرفی کردی که گفتگو میکنن چندین نفر، خودکست اونجا غالبا پاد مایکن. یکی دو تا هم اگه اشتباه نکنم توش پروکستر دیدم که مدل گرونتریه توی رود، اونم باز داینامیک، انتخاب خیلی خوبیه و جالب اینه که با اینکه از میکروفون تو بزرگتره ولی سبکتره.
آره. میاو کوروش میکروفونو زیاد جلو دهنشون نمیگیره. SM7B توی اتاقش داره، حالا حداقل اون ویدئویی که من ازش از قبل دیدم، ولی اون ویدئوهایی که الان این اواخر با میگم بازی میکنن، اون ویدئوهایی که الان دارن ریکورد میکنن منتشر میکنن، شاتگانه، میکروفون شاتگانه، میکروفون شاتگانه. و توی یکی از ویدیوهاشون دیدم که NTG 3ه، میکروفون شاتگان خیلی خوبیه از رود NTG 3. آره اونم میکروفون خیلی خوبیه. درسته. راجع به میکروفون شاتگان یه توضیح بیشتری ما میدی؟ اینکه داینامیکن یا کاندنسرن میکروفون؟ میکروفون های شاتگان میکروفون هایی هن که کاندنسرن، حداقل من حضور ذهن ندارم داینامیکی درشون دیده باشم. میکروفون های کاندنسرن الگوی جذب صداشون غالبا سوپر کاردیویده، یعنی بسته تر از کاردیویده که ما داریم الان استفاده میکنیم، برای اینکه قراره با فاصله یه بیشتری صدا رو بگیرن. بعضی هاشون که حالا یه هایپر کاردیویدن باز بسته ترن، یه تعداد محدودی هم که برای فضای داخلی معمولا استفاده میشن کاردیویدن مثل اینها. همون که میار استفاده میکنه مدل چی بود گفتی؟ NTG 3 اون سوپر کاردیویده، کاندنسر سوپر کاردیویده. آره اونم توی دو تا ورژن تو ویدیو با کوروش میشن صحبت میکنن. تو ویدیو هیچ اثری نیست، تو فاصله چقدر باید اکثر خوشش میاد؟ کلن میکروفون های این چیز خوبی پرسیدی، چون یه سوال زیادی هم از ما میپرسن که من یه دونه شاتگان میخوام که مثلا صدای 10 متر اونورتر رو بگیره. کلن قاعده استفاده از میکروفون شاتگان اینه که نزدیک ترین جا به سوژه خارج از قاب قرار بگیره. یعنی شما اون میکروفون رو خیلی ها توی مثلا کارهای حرفه‌ای حتی تو 40 سانتی متری افراد استفاده میکنن، فقط تو قاب نیست، چون هر چقدر اون میکروفون باز به منبع صدا نزدیک تر باشه صدا طبیعی تره، گین پایین تره، همه این مسائل هست. این چیزی که دوستمون گفت فکر کنم برای کریستوفر نولان هم گفت بود که بتونه دمت بگیره، یعنی فکر کنم فیلم هالیوودی هم نتونن این همچین قابلیتی داشته. ببین یه سری شاتگان ها نه ببین یه سری شاتگان ها هست که فیلم هالیوودی چیزی فیلم بگیرن، این رو برای من سواله. همشون شاتگان هم توی فیلم ها دیگه، مثلا فیلم و سریال ها زیاد پیشو نگرفتم، ولی یکی از کارهایی که میکنن این، آره غالبا از شاتگان استفاده میکنن، حتی تو بعضی از قابای خیلی واید، ولی تا جایی که شنیدم پیش رو نگرفتم. شنیدم خب اونها فقط از یه منبع از یه دونه میکروفون استفاده نمی کنن، برای اینکه مثلا حساسیت داره اون موضوع، میکروفون های بکاپ هاچف هم به هر فرد وصل می کنن، یعنی اینو با اون تکمیل می کنن و صدای نهایی تلفیق صدای شاتگان چند تا شاتگان گاهن با هاچف های افراد. درسته. خب حالا برسیم به قسمت رکورد صدا. خب. میکروفون ها صدا رو میگیرن. رکورد هم باز یه تخصص جدایی، یعنی من چون میدونم پدرم در اومده تا اینا رو در آوردم خریدم و ازت بپرسیم. من چند تا ریکوردر به متناسب با میکروفون هایی که صحبت کردیم که گفتیم XLR هم خب قطعا ریکوردر میخوان یا کارت صدا میخوان، چند تا ریکوردر بهت معرفی میکنم و بتونم پیشنهاد میکنم که مثلا اگر گرفتینش چه کارهایی انجام بدین. اگر که با یک یا دو نفر قراره میکروفون رو استفاده کنید، یعنی دو تا میکروفون قراره به یه دستگاه وصل شه، شما میتونید از یه ریکوردر مثلا ارزون قیمت زوم H4 که دو تا ورودی XLR داره با فانتوم پاور استفاده کنید. حالا اگر از میکروفون داینامیک استفاده کردین از فانتوم پاورش استفاده نمی کنید، اگر کاندنسر وصل کردین از فانتوم پاورش استفاده می کنید. برسه. ولی خب محبوب ترین ریکوردر تو بازار ایران الان H6 هست، جدیدترینش H8. خود من از H6 توی محل کار استفاده می کنم، انتخاب خیلی خوبیه برای میکروفون های کاندنسر. ولی برای میکروفون های داینامیک مثل این دو مدلی که ما داریم استفاده میکنیم یا همون SM7B که توی دنیا داره استفاده میشه، همونطور که به خودت پیشنهاد کردم زوم خانواده پاترک، یعنی زوم P4 و P8 رو من پیشنهاد میکنم. چرا؟ توی زوم های خانواده H شما گینی که پریامپ در اختیارت میذاره 50 تا 55 دسیبله، که خب وقتی که از همش استفاده میکنی یه مقدار کیفیت صدات هم میاد پایین. توی زوم خانواده پاترک، حالا چه P4 چه P8،
زوم اومده از پریامپای خانواده افش استفاده کرده که تا 70 دسیبل شما میتونی گین رو ببری بالا. در نتیجه وقتی از 50 دسیبلش هم استفاده کنی صدات خیلی شفافتر و صافتر از 50 دسیبل زوم مثلا H4 یا H6 و قیمت های منطقی هم دارن. به نظر من برای میکروفون های داینامیک زوم خانواده پاد مایک P4 یا P8 خیلی انتخاب خوبیه، ولی خب الان معروف ترین چیزی که همه دوست دارن استفاده بکنن رود کستر پروه که خب به خاطر اون بحث ما، ولی از این P4 که من داره برای خیلی گرونتره اون دیگه قیمتش. آره اون قیمت اون هم دلاریش خیلی بالاست، اون دلاریش 700 دلاره. خب هم این که به دو دلیل من P8 تو کماکان ترجیح میدم. P8 500 دلاره، 70 دسیبل بهتون اجازه استفاده میده، معادلش در رود 700 دلاره. به اضافه اینکه رود الان این رودی که من دارم میگم رودکستر مارکت توی روده، این داره به 70 دسیبل میده. اون نسل قدیمیش که 50 دسیبل میده رو که من کلا پیشنهاد نمیکنم، چون اونم با یه عدد عجیب غریبی کماکان خرید و فروش میشه. اگر خواستین رود بگیرین توور رو بگیرین به خاطر این بحث پریامپی که داره. ولی یه نکته دیگه که من P8 تا هنوز ترجیح میدم به رود اینه که شما توی P8 که برای کار جمعی استفاده میشه میتونید تا 6 تا میکروفون رو متصل کنید استفاده کنید. توی رود شما به 4 تا میکروفون دسترسی دارید. خب الان زوم P4ی که شما دارید خودش 4 تا رو داره ساپورت میکنه با یک مثلا 4 قیمت رود، با یه پریامپ خیلی خوب و خروجی هدفون هم خروجی هدفون هم که همه شیش آره. خب اون آره خانواده پاترک زوم به ازای هر یه دونه میکروفون یه خروجی هدفون هم داره که همه دوستان بتونن صدا رو بشنون. توی زوم توی ریکوردرها اینطوری نیست، یه دونه خروجی هدفون، شما اگر بخوای چند تا خروجی ازش بگیری باید دوباره یه دونه پریامپ هدفون بهش وصل کنی، 4 تا یا 6 تا خروجی ازش بگیری. یه نکته دیگه ای که هست که داشتم عرض می کردم اینه که P8 6 تا میکروفون میشه بهش وصل بشه و تو گفتگوهای جمعی که کسی میره یه کنسول بزرگ میگیره مثل رود یا P8 به احتمال زیاد مخاطبینش بیشتر از 4 تا. این یه باگ دیگه است که من به نظرم رود داره و زوم P8 اینو نداره. آره درسته. و برای ضبط پادکست من تجربه شخصی من بگم این مدل P4 پاترک P4 زوم برای پادکست هایی که باز میگم بیشتر از یک نفرن، چون این قیمت بالایی داره، این ریکوردر اندازه گوشی موبایلش هزینه داره براتون، بسیار مدل خوبی بود. من از موقعی که این رو استفاده کردم ستاپ جدیدی که هست از اپیزود 11-12 به بعد بود واقعا راضی بودم. اگه پادکستی دارید که حالا 4 تا مهمون حتی اکثر جا داره و کلن ملا مصاحبه ای هست، پیشنهاد خودم واقعا همین مدله. آره بسیار اقتصادیه نسبت به امکاناتی که میده، ولی خب در مقابل اون ریکوردر رو اینم بگم این امکان ضبط صدا به صورت مستقیم رو نداره. آره اونها یه کپسول دارن. بله اونها کپسولی دارن، مدل H6 بود دیگه، H4 به بعد داشتید. همشون اینطوریه، ولی اونی که من آره دارم H6ه. آره این اگه بخواید که حتما فضای بیرون رو ضبط بکنه مدل پاترک بهتون نمیخوره، این مدل مخصوص پادکسته ولی چند تا هست دیگه داره که آره. اون پریام که گفته سعید گفت مهمترین چیزی که یه فرق دیگه باز زوم با رود داره، رود نمیدونم چرا از میکرو اس دی استفاده میکنه، اون حجم از سایز محصول از کارت اس دی استفاده نمیکنه و میکرو اس دی ها نسبت به حرارت تحمل حرارتی پایین تری دارن نسبت به کارت های اس دی. هم زوم پی 4 که شما اینجا داری جمع و جوره، هم اون پی 8 دارن از کارت اس دی استفاده آره. میکنن همون کارتی که تو دوربین میخواد، همون کارتی که تو دوربین عکاسی الان متداول. آره درسته، چون اینم نکته خوبه، چون آره. رود رو نداشتم. رود میکرو یو اس بی میکرو اس دی میخوره، میکرو اس دی خیلی نسبت به حرارت حساس، یعنی اون کارتی که توی گوپرو میخوره مال گوپرو با اون سایزش میکرو اس دی میخوره، رود آره. مثلا 30 سانتی متری هم باز میکرو اس دی روش گذاشت. درسته. پرسی سعید جان چیز دیگه ده. هست بخوای بگی که اگر سوال یه خاطره برامون بگو به عنوان حسن ختام از این دورانی که کار کردی، حالا چه موقعی که کار حالا صدا بوده قبلا هم که من میدونم، چون سعید اینم بگم سعید فقط تخصص صدا نیست، تو پردازی فیلم برداری عکاس خبری هم بوده، یه خاطره جالبی برامون بگو که
عنوان هست خطاب پادکست باشه اصلا. اسم فروشگاه و اسم اون مشتری رو نمیگم، ولی صرفا برای که بخندیم. مشتریایی که برای ما میومد، مخصوصا ببین کلا هم مشتریای اول صبح مشتری خاصی بودن نسبت به بقیه میانگین مشتری ها، هم مخصوصا مشتری های آخر وقت. یه سری ما داشتیم مغازه رو میبستیم، یه دفعه یک دوستی اومد خرید کرد و بعد کارتش رو داد به ما. دیدی آقا کارت رو میکشی تراکنش مثلا ارور میده، میگه که 72 ساعت بعد بر میگرده به کارتت. این همکار ما که صندوق دستش بود کارت رو کشید و یکم صبر کرد، دید که خبری نشد، دید خبری نشد، این کابل لن رو جدا کرد، زد به یه دستگاه دیگه، اونجا دوباره کارت رو کشید، مبلغ کم شد و این بنده خدا خرید کرد و رفت بیرون. فردا بابای اون مشتری زنگ زد که آقا این پوله به حساب ما کم شده، نیومده، چجوری شده؟ گفت آقا اون فیشو من خدمتتون دادم، نمیشه تا 72 ساعت برمیگرده، اگر برنگشت به شعبه مراجعه کن. بعد بابای گفت نه، پسر من گفته که وقتی که کارتو کشیده قبل از اینکه به بانک فرصت بدین، شما کابل لنو کندین زدین به اون یکی دستگاه، این پول ما الان اونجا مونده تو دستگاه. نمیدونم حتما منظورش این بود. و اون صندوق داره ما آدم جدی بود، من هیچ وقت یادم نمیره که حسین چطوری اینجوری میزد روی میز میخندی، میگفت بله بله چشم، اگر برنگشت ما خدمتتون میرسیم با هم درسته، شما اشکال نداره خون سردیتون رو حفظ کنی. فکر کنم مثلا 9:30 شب 10 شب میخوای بری خونه، یه خاطره اینطوری برات. حالا من یه خاطره بگم، یه چیز جالبه که گفتی خیلی شبیه این بود. من حتی صرفا مشاهدگر بودم، اتفاق داشتم میدیدم. یه جایی بود لپتاپ بردادم تعمیر کنیم، بعد یه خانومی اومد گفتش که آقا این لپتاپ خرابه، کار نمیکنه. بعد گفت چیه؟ گفت یو اس بیش کار نمیکنه، خرابه، من نمیتونم اطلاعات رو منتقل کنم و اینا. بعد گفت خب الان یه تستی بکن ببینیم چیه مشکل. دو تا لپتاپ آورده بود خانومه، اومد موس رو وصل کرد به یه دونه از لپتاپه، اونجا کاتو زد توی ویندوز، بعد موس رو کند چسبون به اینکی لپتاپه، پیست رو زد، بعد گفتش که دیدید کار نمی کنه، فایل رو منتقل نکرد. من قشنگ جمعون ببینم، یعنی واقعا نهتی یه درصد من فکر نمی کنم کسی بتونه اینجوری این استدلال رو داشته باشه، اصلا این توقع رو از این موس داشته باشه. خیلی خب سعید جان، مرسی که روز تعطیلم بود، میدونم وقت گذاشتی، متشکرم. امیدوارم که این اطلاعاتی که تو این پادکست ارائه کردیم به درد کسایی که دنبال تجهیزات هستن بخوره که سوخ ندن. آقا یه آفرم بدم، چون قطعا این چیزایی که ما گفتیم سعی کردیم کامل باشه، حتما یه چیزای جامونده ممکنه توی مخاطبای پیج یوتیوب شما یه سری سوال بوده باشه، سوالاشو زیر سوالاشون رو زیر اون پست شما بپرسن، من چک میکنم جواب میدم. من پیج سعید جانم منشن میکنم، هم تو دیسکریپشن میذارم که اگه دوست داشتین بخوشید. اینستاگرام البته، پیج اینستاگرام، پیج اینستاگرام من یوتیوب میام تو ادیت ویدیو، شما افتخار ندارم سلامت بشید. تو ادیت ویدیو من میذارم حالا هم چیز و اطلاعاتی که اگر دوست داشتین سعید کمکتون بکنه این امکان اگر بلد بودم. چش آره ممنون و متشکرم، 100% قربونت دارم، ممنونم که تو پادکست هم مخلصم، متشکرم، خدا حافظ.